سرخط خبرها. روایت‌های متناقض مقام‌های حکومت ایران از ترور محسن فخری‌زاده. دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید دستگاه‌های امنیتی از طرح کشتن او خبر داشتند. واکنش آمریکا به استفاده سپاه از شبه نظامیان شیعه افغان و پاکستانی. دولت ترامپ می‌گوید آنها برای افزایش نفوذ خارجی ایران استخدام می‌شوند. سیل و آب گرفتگی در 8 استان ایران. خانه‌های زیادی زیر آب رفت. و بازرسی خانه و کلینیک پزشک شخصی مارادونا به اتهام قتل غیرعمد. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. تشییع جنازه محسن فخری‌زاده، معاون وزیر دفاع و از چهره‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران در تهران برگزار شد. وزیر اطلاعات گفته که سرنخ‌هایی از مهاجمان به دست آمده اما جزئیاتی ارائه نکرده. وزیر دفاع هم گفته که در پاسخ به ترور آقای فخری‌زاده، بودجه مرکز پژوهش و نوآوری دفاعی که زیر نظر او اداره می‌شد دو برابر خواهد شد. همزمان در نبود گزارشی رسمی از نحوه وقوع حادثه، بعضی از مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی روایت‌های ضد و نقیضی ارائه کردند. باران عباسی گزارش می‌دهد. تشییع جنازه محسن فخری‌زاده با تشریفات نظامی. رئیس مرکز پژوهش و نوآوری دفاعی و معاون وزیر دفاع. شخصیتی مرموز و پنهان که پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران خوانده می‌شد. مراسمی که بنابر گزارش‌ها به دلیل محدودیت‌های کرونا تنها با حضور فرماندهان ارتش و سپاه، مقام‌های حکومتی و اعضای خانواده او برگزار شد. الله اکبر، سفر بخیر. آغاز مراسم با پیام آیت الله علی خامنه ای از زبان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع. دو موضوع مهم را همه دستندرکاران باید به جد در دستور کار قرار دهند. نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی بدانها اشتغال داشت. اولین پاسخ ایران به کشته شدن محسن فخری‌زاده افزایش منابع مالی سازمان زیر نظر او. در حالی که بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع برای سال 1400 افزایش پیدا کرده بود، دیروز تصمیم گرفتیم که اون رو دو برابر کنیم. ترور فخری‌زاده در منطقه آبسرد در نزدیکی تهران نشانه ای از ناکامی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در محافظت از مقامی عالی رتبه قلمداد شده. کسی که به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی در طول 20 سال گذشته بارها هدف حمله قرار گرفته بود. سیستم‌های اطلاعاتی کشور احتمال وقوع حادثه علیه ایشون، محل بروز احتمالی حادثه رو پیش بینی کرده بودن. به دلیل تواتر اخبار در طول این 20 سال، متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار اونها موفق شدن. معلوم نیست فخری‌زاده دقیقاً چطور مورد حمله قرار گرفت. حرف از انفجار یک خودرو و تیراندازی است، اما مقام‌ها از ارائه گزارشی رسمی خودداری کردند. چون کیس جاری است، لازمش اینه که ما فعلا جزئیات را ذکر نکنیم تا انشالله به نتیجه‌های روشنی برسیم. با این حال روایتی که در رسانه‌های حکومتی و از زبان بعضی از مقام‌ها منتشر شده، متفاوت و گاهی ضد و نقیض است. تازه‌ترینشان این روایت. متاسفانه عملیات بسیار پیچیده‌ای بود. با کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد. هیچ فردی در صحنه حضور نداشت، اما سرنخ‌هایی وجود داره. ضمن اینکه اون کسی که این طراحی رو کرده برای ما مکشوفه که کیست، سابقه‌اش چیست. حتما منافقین در این نقش داشتن و حتما
عنصر جنایتکار این هم رژیم صهیونیستی. این در حالی است که پیشتر فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود مهاجمان تکدیرانداز در صحنه حادثه حضور داشتند. در روایتی دیگر ادعا شده بعد از انفجار یک خودرو نیسان 12 نفر همزمان تیم محافظان را زیر آتش گلوله گرفتند. واکنش‌های جهانی تا اینجا توأم با محکوم کردن حادثه و درخواست خیشتنداری بوده. از جمله از سوی جمهوری آذربایجان، امارات، اردن، افغانستان، سوئیس و چین. فخریزاده سرانجام در امامزاده صالح دفن شد. دومین خاکسپاری از این دست در کمتر از یک سال. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله آمریکا. و چالشی دیگر پیش روی حکومت ایران. از پر کردن حفره اطلاعاتی و امنیتی منجر به ترور مقام‌های ارشد تا تبدیل وعده‌های انتقام سخت در گفتار به اقدامی آبرومندانه. باران عباسی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن با ماست. آقای برزگر، خوش آمدید به برنامه. صحبت‌های آقای شمخانی امروز تعجب بسیاری رو برانگیخته، از جمله اینکه گفته که مقام‌های اطلاعاتی از محل بروز حمله احتمالی مطلع بودند. با چه هدفی آقای شمخانی این رو بیان می‌کنه؟ آیا می‌خواد نشون بده که عوامل ترور خیلی حرفه‌ای بودند و نفوذ اطلاعاتی اتفاق نیفتاده بوده؟ در واقع همه تلاش هایی که در یکی دو روز گذشته به طور مشخص از دیروز آغاز شده، تلاش برای اون در واقع برطرف کردن یا کم کردن اثرات تخریبی فوق‌العاده شدیدی است که این ترور، یعنی هم خود ترور و هم نحوه انجامش بر دستگاه ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی داشته. یعنی الان هدف اصلی در واقع تأثیرات این نوع عملیات رو بر نهادهای امنیتی کم بکنن. صحبت‌های آقای شمخانی هم همین هست، یعنی این که وقتی میاد میگه که ما حتی محل ترور رو حد زده بودیم و آگاه بودیم و تلاشی برای این هست، اما به دلیل اینکه بسیار غافلگیر شدن به همه جوانب سناریوهایی که در یکی دو روز گذشته ساخته شده فکر نمی‌کنم. خب که اینکه اگر آگاه بودن بر اینکه این مسیر میتونه محل ترور باشه، اساسا چرا باید از اونجا تردد بکنن؟ خب این دیگه نیروی حفاظتی خیلی زیادی هم نمیخواست، کافی بود که ایشون در اون مسیر تردد نمیکردن به عنوان مثال. بعد ببینید، شما در چند روز گذشته این موضوع در واقع به گونه ای نبوده که شاهد عینی نداشته باشه. شما شهروندان عادی و کسانی رو که در محل گذر میکردن کنار بگذارید، همسر ایشون کنار او در خودرو نشسته بوده، سه تیم محافظتی اونطور که گفته میشه همراه ایشون بوده، یعنی به اندازه کافی شاهدانی وجود داشتن که بگویند در اون زمان در لحظه ترور چه اتفاقی افتاده. اول خودرو منفجر شده، تیراندازی شده، درگیری بوده نبوده. بعد به هر حال گزارش‌های اولیه که به نظر میرسه که هنوز رسانه‌های و افراد نتونسته بودن خودشون رو جمع و جور بکنن، کاملا با اون چیزی که در از دیروز با گزارش خبرگزاری فارس و امروز با صحبت‌های آقای شمخانی مطرح شده در تضاد است. این ضد و نقیض گویا در اولین بار نیستش که اتفاق میفته. اساسا آقای برزگر، چرا یک پروتکل وجود نداره برای اینکه وقتی همچین حوادثی اتفاق میفته، پرونده‌ای با جنبه‌های بسیار مهم امنیتی، هر کسی به خودش اجازه میده درباره‌اش حرف بزنه، نظر بده و همش هم ضد و نقیض؟ این در واقع دو علت مشخص داره. یکی این که نهادهای موازی متعددی در جمهوری اسلامی شکل گرفتن که همه اونها در واقع از میزانی از قدرت و استقلال برخوردار هستن و هرگز اینگونه نبوده که به کلی از صحنه کنار زده بشن. مثلا فرض کنید وزارت اطلاعات اگرچه تضعیف شد و دیگه اون جایگاه سابق رو نداره و الان سازمان اطلاعات سپاه هست که نهاد اولیه و اصلی اطلاعاتی امنیتی در جمهوری اسلامی محسوب میشه، ولی میاد در این مورد اظهار نظر میکنه، وزیر اطلاعات میاد حرف میزنه، با اینکه هیچ نقشی در حفاظت از مثلا فرضاً آقای فخری‌زاده نداشتن، یا دبیر شورای عالی امنیت ملی به اعتبار اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی میاد صحبت میکنه، یا مثلا فرضاً آقای فریدون عباسی به دلیل رابطه‌ای که در گذشته با آقای فخری‌زاده داشته و امروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس هست میاد صحبت میکنه.
این یک دلیل هست. یک دلیل دیگه هم این هست که در گذشته جمهوری اسلامی از این روش با دادن اطلاعات و ضد اطلاعات در واقع از این روش بهره گرفته و موفق بوده برای اینکه بتونه اطلاعات مانع دسترسی از خانه عمومی به اطلاعات دقیق باشه. اما در موارد خاصی مثل این مورد در واقع بیشتر نتیجه عکس میده و اون چیزی که بیشتر به چشم میاد این هستش که نه تنها نهادهای اطلاعاتی قادر به پیشبینی چون این حمله‌ای در اون زمان و اون مکان نبودن، حتی برنامه هم برای جمع کردن پیامدهای اون بعد از انجام این چون این تروری عملا نداشتن و این در واقع سردرگمی رو نشون میده که ناشی از ضربه‌ای است که از نظر روانی به این نهادها وارد شده. متشکرم جمشید عزیزگر مسئله سیاسی. سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرح دو فوریتی مجلس ایران برای کاهش تعهدات دولت در توافق هسته‌ای از جمله توقف اجرای پروتکل الحاقی انتقاد کرده. این طرح واکنشی به ترور محسن فخری‌زاده اعلام شده. میخائیل اولیانوف گفته چنین واکنشی قابل فهم است اما احساسات همیشه مفید نیست. پروتکل الحاقی به آژانس اجازه نظارت بیشتری بر فعالیت هسته‌ای کشورهای عضو می‌دهد. مجلس نمایندگان افغانستان امروز به 7 نامزد کابینه رأی اعتماد داد، اما طاهر ظهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ و حسینه صافی نامزد وزارت امور زنان تایید نشدند. آنها در روزهای گذشته برنامه‌هایشان را برای نمایندگان مجلس تشریح کرده بودند. هفته پیش هم 10 وزیر کابینه افغانستان رأی اعتماد گرفتند. روند رأی دادن به نامزدها به خاطر تنش میان دولت و مجلس نمایندگان چند روز متوقف شده بود. آمریکا میگوید که سپاه پاسداران شبه نظامیان خارجی شیعه را برای افزایش نفوذش در خارج از ایران استخدام می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در رشته توییت‌هایی گفته که لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون برای شرکت در جنگ‌های منطقه‌ای به ویژه در سوریه ایجاد شدند. لشکر فاطمیون از شیعیان افغانستان و تیپ زینبیون از شیعیان پاکستان تشکیل شده. آمریکا هر دو گروه را پارسال تحریم کرد. جزئیات را از روین رهنوش خبرنگارمان در کابل پرسیدم. وزارت خارجه آمریکا گفته که شمار جنگجویان لشکر فاطمیون حالا به 10 تا 12 هزار نفر رسیده و مشخص نیست منظورش ای هست که آیا به افراد لشکر فاطمیون کاهش یافته یا اینکه افزایش یافته، چون قبلا نهاد مطالعات خاورمیانه با نقل از برخی از فرماندهان لشکر فاطمیون گفته بود که شمار جنگجویان این لشکر در سوریه به 12 تا 14 هزار نفر میرسه. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته که قبلا نهاد مبارزه با تروریسم وست پوینت گزارش داده بود که بیش از 2000 نفر از این شبه نظامیان در جنگ سوریه کشته شدند و همینطور این وزارت گفته که قبلا دیدبان حقوق بشر استفاده از کودکان را در لشکر فاطمیون محکوم کرد و پرده از کشته شدن افغانهای 14 ساله برداشت. در سالهای اخیر هر از گاه بحث لشکر فاطمیون در افغانستان هم واکنش برانگیز بوده. در بهار سال جاری یک اعلان در تلویزیونهای افغانستان منتشر می شد که پرچم لشکر فاطمیون در کنار پرچم داعش قرار داده شده بود، با این پیام که هر دو برای افغانستان تهدید هستند و به نحوی در حدود محتوای ایران ستیزانه داشت، یعنی ضد دولت ایران. مثلا در بخش از پیام آمده بود که همسایه های ما به ما اهمیت نمیدهند و فریاد ما تا زمانی که تأثیرات مخرب همسایه ها ادامه دارد متوقف نخواهد شد. اما دولت افغانستان وقتی بی بی سی با منابع تماس گرفت گفت که دولت نقش نداره و از طرف نهادهای خارجی در بدل پول این پیام منتشر میشه، ولی قبلا دولت و لشکر فاطمیون مخالفت کرده و گفته بود که از احساسات و ناگزیری های مهاجرین نباید استفاده شوه و تلویحا خواهان منحل شدن لشکر فاطمیون شده بود. روین رهنوش بود. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته که دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور از طرح و محل ترور محسن فخری‌زاده اطلاع داشتند. آمریکا میگوید سپاه پاسداران از شبه نظامیان شیعه افغان و پاکستانی برای افزایش نفوذ خارجی‌اش استفاده می‌کند. در ادامه این برنامه، بازرسی خانه و کلینیک پزشک شخصی مارادونا به اتهام قتل غیرعمد.
جمعیت هلال احمر ایران از ادامه عملیات امدادرسانی در 8 استان این کشور خبر داده که در بارندگی‌های روزهای اخیر دچار آب گرفتگی شدند. به گفته نهاد، معابر و منازل مسکونی در بیش از 50 شهر، روستا و منطقه عشایرنشین دچار آب گرفتگی شده. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. بیمارستان رازی، شهر اهواز. آب باران‌های چند روز اخیر تا زیر تخت بیماران رسیده. آن هم در روزهایی که شهر درگیر ویروسی خطرناک است. ساق پا بالا آبه. بنده خدا تمام وسایل بیرونن. آنطور که سازمان هلال احمر ایران گفته، در 3 روز گذشته بارندگی در 51 شهر از جنوب تا شمال ایران سبب آب گرفتگی شده. خدا ازشون نمیگذره. شاید راحت بشه. آقای مسئول نگاه کنید، ما داریم میریم کمک بنده خدای استان‌های ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، قزوین، کوهگیلوی بویراحمد، گلستان و لرستان از استان‌های آسیب دیده هستند. اینم از روز و حال ملت سربندر. بعد از 40 سال، هنوز هیچ کاری نتونستن برای مردم بکنن. هلال احمر از امدادرسانی به حدود 2000 نفر از ساکنان آسیب دیده این مناطق و اسکان موقت شماری از آنها خبر داده. اینم از خلیج همیشه فارس. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از آب گرفتگی منازل و کوچه و خیابان‌ها در مناطق سیل‌زده منتشر شده، با شکوه و شکایت‌هایی از شهروندان. تأسف بخوری. شهری که کنار بندره، شهری که مسئولین بی‌کفایت و نالایق دارن، شهری که هیچ کس به فکر ملتش نیست. از شکایت از ضعف مدیریت شهری و فاضلاب گرفته تا شکایت از ضرر و زیانی که آب به خانه ها و مغازه ها زده. ضرری هم کردیم. حالا ببینیم. سازمان هواشناسی ایران از احتمال بارندگی در این مناطق طی روزهای آینده خبر داده. پیش بینی نگران کننده برای کسانی که هنوز آب باران‌های چند روز گذشته را از زندگیشان خالی نکردند. البته برای عده‌ای هم این سیل و آب گرفتگی سوژه طنز شده. بیا این هم از قایق سواری وسط بلوکیا سربندر. جای همگیتون خالی. فقط قلاب نداریم ماهی بگیریم. طنزی تلخ و البته کنایه‌ای به مسئولانی که نتوانستند آب ز سرچشمه ببندند. فؤاد مسیحا، بی بی سی. نشست مجازی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از ساعتی پیش آغاز شده. قرار است وزیران نفت و انرژی 13 کشور عضو اوپک درباره تغییر احتمالی سقف تولید نفتشان تصمیم بگیرند. طبق توافق 7 ماه پیش اوپک و متحدانش، قرار بود از شروع سال میلادی جدید، یعنی 1 ماه دیگر، آنها سقف تولیدشان را 2 میلیون بشکه در روز افزایش بدهند. ولی موج دوم شیوع کرونا و کاهش تقاضای جهانی باعث شده بعضی از اعضای اوپک خواهان لغو این افزایش تولید چوند. بهرنگ تاجین همکارم در استودیو به ما پیوسته. بهرنگ، ظاهرا همه با این پیشنهاد حفظ سقف فعلی موافق نیستن. دقیقاً. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، قبل از شروع نشست گفت که بعضی از کشورها از جمله امارات، روسیه و قزاقستان که این دوتای آخری عضو اوپک نیستن، عضو اوپک پلاسن، متحد اوپکن، با این پیشنهاد حفظ سقف تولید فعلی خیلی موافق نیستن. و خبرهایی هم منتشر شده بود که امارات میگه که به جای 2 میلیون بشکه در روز، حدود 0.5 میلیون بشکه در روز تولید رو از اول ژانویه که میشه 1 ماه دیگه بالا ببرن. در مورد دلایل مخالفت با حفظ سقف تولید فعلی 2 موضوع مطرح شده. یکی عدم پایبندی بعضی از اعضای اوپک به سهمیه هاست، از جمله طبق معمول عراق و در کنارش نیجریه. و دوم این که بعضی از این کشورهای صادرکننده نفت فکر میکنن که داره به هر حال اقتصاد جهانی دوباره رونق میگیره، تقاضا برمیگرده و میخوان که این تقاضا رو کشورهای دیگه تولید کننده نفت که با اوپک در واقع رقیب اوپکن، اینا پر نکنن. اما مسئله اینجا هست که توی همین شروع نشست وزیران اوپک هم وزیر انرژی الجزایر که رئیس دوره‌ای اوپک هست به این اشاره کرد که به خاطر کرونا، رکود جهانی، عرض کنم که تقاضای جهانی برای نفت خام 9.8 میلیون بشکه در روز نسبت به پارسال کم شده و انتظار میره که تا آخر سال آینده میلادی، سال 2021، یه مقداری از این
کاهش برگرده ولی نه کاملش. و مسئله اینه که با وجود اینکه حالا این خبرهایی که در مورد واکسن و موفقیت چند تا از واکسن ها شنیدیم، تأکید بر اینه که این در واقع بازیابی اقتصادی در نیمه دوم 2021 اتفاق میفته و نگرانی از اینه که اگر که کشورهای تولید کننده نفت تولیدشون رو پیش از موعد بالا ببرن، قیمت‌ها که تو چند ماه گذشته تقریبا با ثبات بوده، حدود بشکه 40 دلار، حتی این روزهای اخیر به 45 دلار هم رسیده بود، این قیمت‌ها دوباره سقوط کنه. اما توافق اوپک فکر می‌کنی کافی باشه؟ نه، طبیعتاً نیاز به توافق اون متحدان ده کشور متحد اوپک به رهبری روسیه هم هست. اگه یادتون باشه مارس امسال که میشه اسفند پارسال، به خاطر مخالفت روسیه توافقی نرسیدن و بعد ما دیدیم تو هفته‌های بعدش قیمت جهانی نفت حتی منفی هم شد. در نتیجه بدون موافقت روسیه تمام بحث‌های اوپک شاید بی‌فایده باشه. متشکرم، بهترین. دور جدید گفتگوهای اسرائیل و لبنان برای نشانه گذاری مرزهای مشترک به تعویق افتاده. یک منبع لبنانی گفته دلیل این تعویق این است که اسرائیل پیشنهادهای لبنان را رد کرده. دو کشور رسما هنوز در جنگند، اما از دو ماه پیش برای حل اختلافات مرزی در دریای مدیترانه وارد گفتگو شدند. حل این اختلاف به هر دو کشور امکان خواهد داد از ذخایر گازی زیر این دریا بهره برداری کنند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز میگوید اتحادیه اروپا تلاش دارد بعد از 4 سال پر اختلاف با دولت دونالد ترامپ روابطش با آمریکا را ترمیم کند. به نوشته این روزنامه در پیشنویس یک سند 11 صفحه‌ای از دولت جو بایدن خواسته شده که ائتلاف جهانی جدیدی برای مقابله با چالش‌های راهبردی مانند رشد چین، همه‌گیری بیماری‌ها و تغییرات اقلیمی تشکیل دهد. رهبران اروپایی به زودی درباره این پیشنویس بحث خواهند کرد. پلیس آرژانتین منزل پزشک شخصی دیگو مارادونا رو تفتیش کرد. دختران این اسطوره فقید فوتبال آرژانتین در مورد مراقبت‌های پزشکی از پدرشان ابراز نگرانی کرده بودند. مارادونا هفته پیش در بیمارستانی در شهر بونس آیرس درگذشت. او چند روز پیشتر بعد از عمل جراحی از همین بیمارستان مرخص شده بود. پوریا جعفری گزارش می‌دهد. 5 روز بعد از درگذشت ستاره افسانه‌ای دنیای فوتبال دیگو آرماندو مارادونا، باشگاه‌ها و بازیکنان در سراسر جهان همچنان مشغول ادای احترام به او هستند. شاید بعد از تیم ملی کشورش آرژانتین، تیم فوتبالی که بیش از هر تیم دیگری مدیون مارادونا بود، ناپولی در جنوب ایتالیا است. اینجا استادیوم سان پائولو شهر ناپل، جایی که مارادونا اکثر دوران حرفه‌ای خود را روی زمینش بازی کرد. قبل از مسابقه این هفته لیگ ایتالیا بین تیم‌های ناپولی و روم که در نهایت با نتیجه 4-0 به نفع ناپولی به پایان رسید. اما در آرژانتین پلیس به مطب پزشک شخصی مارادونا یورش برده. بعد از اینکه خانواده این فوتبالیست ابهاماتی را در مورد وضعیت سلامت او مطرح کردند. با درگذشت مارادونا ملت آرژانتین عزادار است. او هفته گذشته بعد از عمل جراحی برای برداشتن یک لخته خون از جمجمه‌اش به خانه برگردانده شد، اما به دلیل ایست قلبی درگذشت. حالا دخترانش می‌پرسند که در بیمارستان برای او چه اتفاقی افتاده، چگونه از مارادونا مراقبت شده و چه داروهایی به او داده شده. لئوپولد لوکه، پزشک شخصی او، به خبرنگاران گفته هر کاری می‌شد انجام داده تا جان دوستش را حفظ کند. خیلی فکرم مشغوله. آرزوم هنوز اینجا بود. نمیدونم، باید افسوس بخورم. مارادونا زندگی رو دوست داشت که برای سلامتیش خوب نبود. سعی کردم همه جا همراهش باشم. حتی بردمش فوتبال بازی کنه. برای آرژانتین خداحافظی با این شخصیت جهانیش آسان نیست. تحقیقات پلیس برای روشن شدن دلایل مرگ مارادونا ادامه دارد. اما چه کسی است که نداند این ستاره جنجالی با چه حاشیه‌هایی در دوران ورزش حرفه‌ای و بعد از آن روبرو بوده. اعتیاد به مواد مخدر، به خصوص کوکائین، بارها برای مارادونا دردسرساز شد. تا جایی که یک بار با کمک دوست سابقش فیدل کاسترو، رهبر فقید کوبا، به مدت 3 ماه به یک مرکز بازپروری در این کشور رفت. دوران نقاهتی که نتیجهش خیلی زود بی اثر شد. جنجال بخشی جدای ناپذیر از زندگی مارادونا بود که بعد از مرگش هم ادامه دارد. پوریا جعفری، BBC.
شیء فلزی رازآلودی که هفته پیش در بیابانهای ایالت یوتا در مرکز آمریکا کشف شده بود حالا ناپدید شده. کشف این شیء که به تک سنگ معروف شده سرخط اخبار شده بود، اما اینکه چرا و چطور به اونجا منتقل شده هنوز برای خیلی ها معما است. گزارشی ببینیم از تام برادا. Standing at more than 12 feet tall, جسم عجیبی به بلندی 3 متر و نیم که رنگ متالیک براقش از خاک قرمز رنگ بیابان متمایز بود، هفته پیش در ایالت یوتا پیدا شد. جسمی رازآلود، اما به معما بیشتر هم دامن زده شد وقتی ناگهان غیب شد. این لحظه ایست که کشف شد، چیزی که حالا به تک سنگ یوتا معروف شده. شاهدی از زندگی ماورای این زمین یا صرفاً یک اثر هنری خیره کننده؟ این سازه عجیب باعث شروع یک بیست‌سوالی در آمریکا شد، وقتی مردم تشنه این شدند که بفهمند چه بود و چطور به آنجا منتقل شده. به سرعت مردم راه افتادند تا با چشم خودشان ببینند. بعضی در جستجویش بیش از 9 ساعت در بیابان رانندگی می کردند. حالا هنوز 2 هفته نشده، ناپدید شده. There was several people walking out of the wash that leads to. چند نفر از راهی که به اونجا ختم می‌شد داشتن بیرون می‌اومدن. قبل از اینکه برسیم یه نفر بهمون گفت راستی دیگه اونجا نیست. قلبمون شکست و گفتیم نه. And we were heartbroken. We were like no. But it was still cool to see. اما هنوز باحال بود که تونستیم تیکه‌ای که ازش باقی مونده و خود مکان رو ببینیم و همچنین زیبایی‌های اطرافش رو. And then it's 3 different panels. معلوم نیست که این سازه اول به چه صورت به آنجا منتقل شده و بعد به کجا رفته. اداره مدیریت زمین یوتا جابجا کردن شیء را رد کرده و یک بیانیه صادر کرده که میگوید ما گزارش‌های موثقی دریافت کردیم مبنی بر اینکه سازه‌ای که به طور غیرقانونی علم شده بود و از آن به عنوان تک سنگ یاد می‌شد توسط شخص نامعلومی برداشته شده، اما این سازه را که دارایی شخصی محسوب می‌شود برنداشتیم. حالا که فقط تکه‌ای از سازه و چند پاره سنگ در شن باقی مانده، به نظر می‌آید که معمای تک سنگ یوتا هیچ وقت حل نشود. تام برادا، بی بی سی نیوز. تازه‌ترین خبرها رو می‌تونید در وبسایت ما ببینید، bbcpersian.com. آخرین خبرها و گزارش‌های دیدنی رو در اینستاگرام بی بی سی فارسی هم می‌تونید دنبال بکنید. توییتر و تلگرام بی بی سی فارسی رو هم از دست ندید. به پایین بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.